روز به خاطر ماست. سال 1336 شمسی. طبق وصیت پیکر او را در حسینیه‌ای که خودشان را ساخته بود دفن کردند. از آن پس حسینیه و مزار پدر تبدیل به صندوقچه اسرار دلم شد. یهو زندگی ما اصلا انگار از یک بلندی سقوط کرد توی چاله. یعنی بعد از پدرم و دیگه هیچ پناهی نداشتیم. چه زندگی دیگه؟ معلومه چجور داغون میشه مادر جان. همه زندگی دیگرگون شد. همه چی از من رفت. به این صورت جان. همین بود که دیگه دستم خیلی تنک شد. این ناصر دیگه یه جار جوانی بود، خیلی چنگ به زمین میزد از اون گرفتاری ها، اما زندگیشون نذاشت که فلجی بخوره. من موندم و یه لنگه به قول معروف گاوبندی، همین زمینی کشاورزی که داشتیم، یه 40-50 تا گوسفند و فلان از این حرفا. یه دایی داشتم مشهد، پدر خانم تیمسار، اون فروخت همه چیش اومد به خاطر ما. اومد تهران، تانکساز ارتش بود. یعنی اون اما حمایت میگه. بعدم این برادرم حاج ناصر. بعد از اون حادثه دایی همه کس ما شد و تا روز مرگش برای من حکم پدر را داشت. او که ابزارمند ارتش بود از مشهد به تهران منتقل شد تا بتواند بیشتر به بچه های یتیم خواهر کمک کند. مرشد حسن که بانی و سازنده مدرسه کوچک روستا بود دیگر وجود نداشت تا بتواند آن را برای سطوح بالاتر گسترش دهد. فاصله اولین دبیرستان تا روستای ولی آباد بیشتر از 7 کیلومتر بود. منصور هر روز پیاده و اغلب تنها این مسیر طولانی را تا پوینک طی می کرد. منصور خیلی بعضی موقع تنها میره، برای تو خیلی تو اگرم تنها میره و از این اول جاده کتاب میخون تا خود دبیرستان. ظاهرش اینگونه بود که در روز میبایست بالغ بر 15 کیلومتر پیاده روی میکردم، ولی برای من این مسیر دالانی بود برای ورود به عالم دانایی. دوره درس ها که تمام میشد شروع به حفظ اشعار میکردم. قصاید طولانی فردوسی یا دیگر شعرهای عصر غزنویان را با صدای بلند می‌خواندم. اگر از تشبیه فقط مشبه به بیاد چی میشه؟ استعاره مسرحه. چو صرف در دل عاشق میرگون، چو آب در پرواز. با همین سختی ها همیشه منصور شاگرد اول بود، ما نه. همیشه جایزه می آورد. اصلا دیگه اینا خسته، این پوینک و پوینک چون راهنمایی بود، هر شب بدون استثنا این جایزه می آورد. پیاده روی های طولانی و همیشگی علارغم همه خطرات و مشکلاتش چندین حسن بزرگ برایم داشت که مهمترین آنها خلوت و تنهایی و تعمق روزانه با خود و خدایم. من با همه عناصر بین راه انس گرفته بودم، با درختان، با جویبارها، با پرندگان و حتی با سایه سنگین گرگ ها که احساس می‌کردم مدام در تعقیبم هستند. ایتالیایی ها در قچک ورامین یک کارخانه تیرچه بلوک زده بودند که الان نیز هست. منصور 3 ماه تابستان ها را در این کارخانه کار میکرد. پسر بچه ریز نقش با بدنی نحیف.
سرم داد می زدن و از من کار می کشیدن، بدون دستکش، بدون کفش، بدون کلاه ایمنی. هر دو دستم پر از خون می شد. نهارم یک تخم مرغ آب پز بود با تکه نان که مادر پخته بود. آخرش هم کارم به بیمارستان کشید، ولی باز کار کردم. در کورهای آجرپزی نیز کار کردم. دیگر می دانستم که آجرپزی چه جور جاییست، چگونه خشت می زنند، چرا باید روی زمین را کنار زد و آن زیر دنبال خاک مناسب گشت. این چراها را همان موقع فهمیدم. بعد از یه سال دو سال که رفتیم من خسته شدم، گفتم ما سه ماه تعطیلی داریم، به جای که استراحت کنیم بریم کار کنیم. من دیگه نرفتم، من ترک تحصیل کردم، ادامه دادم، دیگه رفتم کارخونه استخدام شدم. اما ایشون سه ماه می اومد، سه ماه کار میکرد، نه ماه درس میخوند. هر روز هنگامی که به خانه می رسیدم فرصت درس خواندن نداشتم، نیاز هم نداشتم. همه سرمایه ما یک قطعه زمین کوچک زراعی بود با چند راس دام. رسیدگی روزانه به چند راس گاو و گوسفند به عهده من بود. اگر من توان حمایت مالی از خانواده را نداشتم، نباید سربار آنها نیز می شدم. در زمستان‌ها شرایط سخت‌تر بود. هوا به سرعت تاریک می‌شد و به جز تحمل سوز سرما، خطر حمله گرج‌ها نیز کودک نابالغ را تهدید می‌کرد. بعد از 3 سال مشکل دوچندان شد، چرا که مدرسه پویینک فقط تا مقطع سیکلی را داشت. این بار فاصله روستا تا دبیرستان از مرز 20 کیلومتر می گذشت. دیگرم به ویژه مادر مدام ابراز نگرانی می کرد. هرچند مسیر بی خطر نبود، ولی خودم هیچگاه چنین احساسی نداشتم. منصور چند روز اول را پیاده می رفت و باز می گشت. پیش از طلوع آفتاب به راه می افتاد و با تاریک شدن هوا به خانه بر می گشت. وقتی مدیر دبیرستان متوجه شرایط او شد، مشکل را با معلمان مطرح کرد. یکی دو معلم که هر روز از تهران به ورامین می آمدند پذیرفتند که منصور را در بین راه سوار کنند. منصور هر روز فاصله 10 کیلومتری از روستا تا جاده اصلی را پیاده طی می کرد و از آنجا با فلکس یکی از معلمان به دبیرستان می رفت. خدا می دونه شب می شد، مادرم با این برادرم با جیب تو این دشت و صحرا، این مورا، ما می گفتیم مورای باقرآباد، باید اینجاها رو می رفت تا برادرم رو پیدا کنن. یه شب هم پیدا نکردن. یه دوستی داشتیم اومده بود، یه شبشو با همون فلوکس دبیرش اومده بود قرچک. یک بار در یک شب سرد زمستان هرچه خانواده انتظار کشیدند منصور به خانه نیامد. در بوران برف گرفتار شده بودم، قدرت باز کردن چشما رو نداشتم. انقدر برف باریده بود که تمام نشانه های آشنا را پوشانده بود. نمیدانستم آیا در جاده اصلی در حرکتم یا در بیابان. کفش ها و لباس هایم مناسب چنین شرایطی نبود. پاهایم ابتدا از شدت سرما شروع به تیر کشیدن کرد، ولی اندک اندک کاملا بی‌حس شد.